درود و وقت شما بخیر، به این پس از خبر خوش آمدید. گزینش منیره یوسف‌زاده به عنوان معاون وزارت دفاع ملی غیر مسلکی است. آگاهان و شماری از شهروندان کشور گماشته شدن منیره یوسف‌زاده را در سمت معاونیت وزارت دفاع ملی غیر مسلکی و سلیقوی دانسته، میگویند که نیاز بود تا این سمت به افراد با تجربه نظامی سپرده شود. حالا وزارت دفاع ملی در این مورد چیزی نمیگه، اما ریاست جمهوری اقدام را تلاشی برای جلوگیری از قصرسازی شماری از جنرالان ارتش میداند. قبل از بحث بیشتر گزارش برمیگردیم. وزارت دفاع ملی واحد مدیریت جنگ افغانستان برای نخستین بار بانوی معاون این وزارت شده است. منیره یوسف‌زاده رئیس پیشین برنامه‌های اجتماعی و فرهنگی دفتر رئیس جمهور غنی بود، اما او به تازگی به عنوان معاون وزارت دفاع ملی در امور تعلیمات پرسنل گماشته شد، آنچه که پیش از آغاز کارش به تیری از انتقادها همراه شده است. منتقدان در شبکه‌های اجتماعی او را برای این سمت جوان بی تجربه می‌دانند. از همین رو تأکید دارند که این پست باید به نظامیان با تجربه سپرده می‌شد. اشخاص و افرادی که با تجربه باشه، تحصیل کرده باشه و در پهلوی ازی جرأت داشته باشه، استقامت خوب در جنگ داشته باشه، متین باشه و به وطن خود علاقمند باشه و مادونا از او اطاعت بکنه، باید داری تو چوکی ها، داری تو مقام ها گماشته شود تا که جنگ خوبتر صورت بگیره و از تلفات کمتر شود و پیروزی به دست بیه. از دید شهروندان هم این گزینش غیر مسلکی است و پیامد آن به سود کشور تمام نخواهد شد. واسه یک هرج و مرج میشه خود وزارت دفاع. یعنی تو وزارت دفاع وظیفه‌ش است که کشور دفاع کنه. وقتی که تو یک خانوم بود که چیزا نمیفهمه، یعنی طبعا یک چیز طبیعی است که فاجعه پیش میاد. کسای استخدام شون که باز یعنی سلیقه‌ای نباشن، استعداد داشته باشن، تجربه کاری داشته باشن و در کدام بسته که یا تعیین میشون تجربه کاریشون بیشتر باشه. وزارت دفاع ملی اظهار نظر در این مورد را پیش از وقت میداند، اما شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری در صفحه فیسبوکش گفته که قضاوت ها باید عادلانه باشد، زیرا این گزینش از بهر جلوگیری از قصرسازی یک شمار جنرالان ارتش بوده است. این نخستین بار نیست که گزینش یک بانو در بخش نظامی با انتقاد امراه شده است. سال پار هم گزینش حسنا جلیل به سمت معاونیت وزارت امور داخله نیز با موجی از انتقادها به امراه شد، اما او به کارش ادامه داد. در این برنامه پس از خبر جناب غلام فاروق نعیمی نظامی پیشین و فاطمه مسعود فعال سیاسی اینجا در استدیو با ما هستن و بیشتر در مورد گزارشی که به نشر رسید با ایشان صحبت میکنم. خیلی خوش آمدین، ممنون از اینکه تشریف آوردین. با شما آغاز میکنم خانم مسعود، از اینجا که حالا گماشته شدن یک بانویی که هیچ نوع تجربه نظامی نداره، او هم در یک موقفی که بخش آموزش و پرورش اردوی ملی خوانده میشه، چقدر بجاست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، سلام خدمت شما و دوست عزیزمان و همکارای خوبتان در استودیو و مردم شریف افغانستان. در قدم نخست ما میخوایم اینو بگیم که پست که خانم منیره به او گماشته شدن پست نظامی نیست، یک پست ملکی است و پستی است که نظر به لایحه وظایفش بخش تعلیم و آموزش و تقرر و جلب و جذب و در مجموع اینا را در بر میگیره، مشخصا آموزش و تعلیم. اما با در نظر داشته وضعیت کنونی افغانستان، دقیقاً اینا رو در بر میگیره و منیره مطمئناً به تنهایی خودی پست و این مسئولیت پیش نمیبره، مطمئناً در کنارش جنرال ها و افسرا و کسای دیگری هستن که او را همراهی میکنن. یعنی اینجا که بون یوسف زاده آمده کار درست شده است. دقیقاً من از این طرفداری میکنم، چون در این پست من مطمئن هستم سالیان متمادی یک آقا کار کرده، یک مرد کار کرده. خب در دورانی که یک مرد کار کرده، یک کدام دستاورد قابل توجهی بوده که برای رسانه ها، برای مردم افغانستان فعلا ما یاد کنیم که بله فلانی کار کرده بود در این پست، این طور یک دستاورد داشت و خانم منیره نمیتونه امور به دست بیاره. شما واکنش ها را در رسانه اجتماعی خیلی خوب مطمئن تحقیق کردین و من واقعا متاسف هستم به او واکنش ها،
چرا؟ ما به این متاسف هستم که متاسفانه در کشوری که ما آمار جنایت و خیانت و فساد و خب بالاخره تا به اندازه‌ای که افغانستان فاسدترین و آلوده‌ترین کشور جهان شد، ما میاییم روی گزینش یک خانم. ما ایره باید به فالینیک بگیریم. خوب است خواهر و مادر و زن و همشیره و هر کدام از ما و شما در اجتماع به نوعی کار میکنه. ما فراموش نکنیم که تا دیروز همه ملت شهید پرور به خاطر وزیر دفاع شدن یک زن در انگلستان چکچک میکردن و فیسبوک ها را به سر گار داشته بودن. چرا ما نمیتونیم از خود تحمل کنیم؟ خانم منیره بیای یک دفعه امتحان خود را بده، در کنار که 10 مرد 100 مرد او پوزیشن آمد، او پست آمد، کار کرد، یک فرصت به خانم منیره هم داده شود. یک خانمی که اگر میخواست استفاده سو کنه از موقف خود، از امکانات خود، از روابط خود، هیچ وقت برادرش در خط اول جنگ روان نمیکرد و جسد و جسم زخمی برادرش برای 2 روز ماند و نتونست اون انتقال بده. پس ما از اینجا میفهمیم که او نمیخواد استفاده کنه. حداقل اگر خدمت نکنه خیانت هم نمیکنه. تشکر، اجازه بدین جناب نیویش قدر با شما موافق هستن. شما خوش اومدین. واقعا این اقدامی که صورت گرفته، آقای مرتضوی این مورد را به فال نیک گرفتن، در کنارش آقای دانش هم سرور دانش گفتن این بهترین گزینش بوده. شما دیدتون از چه قرار است؟ واقعا بجا بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نسیم. سلام و احترامات به شما، به کارمندان تکنیکی شما و خانم مسعوده و بیننده‌های آریانا نیوز. تقرر و تعیین خانم منیره در وزارت دفاع درست است که بستی ملکی است، منم میگم که بستی ملکی نیست، ولیکن این بستی ملکی آیا بینمی سخنگوی رئیس جمهور و یا معاون صاحب ریاست جمهوری، آیا اینمی بست برازیا تشریح کرده که وظایف از اینمی بست چی است؟ معاونیت تعلیمات پرسنل در وزارت دفاع ملی، گرچه ما باید توضیح و تشریح بتم که وزارت دفاع دارای دو قرارگاه است. یکی وزارت دفاع در سطح ملی که قرارگاه خود وزارت دفاع است، و یکی وزارت قرارگاه صدرسیز است که صدرسیز یعنی مربوط صدرسیز قوای مسلح است که تمام ارگان های امنیتی را میگیریم. درست است که بس نظر به تشکیلات ناتو قرارگاه وزارت دفاع قرارگاه ملکی هست، ولیکن کدام ملکی باید باشه؟ ملکی که باید در سطح استراتژیک درس خوانده باشه. ما خود ما بودم، ما اینستیتوت دفاعی ایتالیا را خواندیم. در اینستیتوت دفاعی ایتالیا با ما 60 نفر بودند، ولیکن در 60 نفر 30 نفر جنرال و 30 نفرش هم ملکی ها بودند که در اوجا آمده بودند. در سطح استراتژی وقتی که آدم تعلیمات میکنه، هم مسائل نظامی را درس میخونه، هم مسائل اقتصادی را درس میخونه. این اساس حالا خانم یوسف زاده کدام ویژگی را داره؟ در سطح استراتژی که درس نخونده، درس های نظامی را نخونده که باید دیب در پست نماده. اما خانم مسعود میگن که این یک پست ملکی است. درست است، ولی که ما اینمی لای تعلیم و تربیت کدام نوع تعلیم و تربیت؟ تعلیم و تربیت و یعنی اینمی معاونیت تعلیمات و پرسنل، تعلیم و تربیه پر تمام پرسنل اردو را، پالیسیش هم میسازم، تعلیم و تربیه انفرادی را میسازد، تعلیم و تربیه جمعی را میسازد، تعلیم پالیسی تعلیم و تربیه تکتیکی را میسازد، پالیسی تعلیم و تربیه اپراتیفی را میسازد، پالیسی تعلیم و تربیه استراتژیک هم میسازم در بخش تعلیم و تربیه. مثلا در بخشی که هست، در بخش پرسنل چی وضعیت؟ پالیسی تعینات میکنم، پالیسی تقاعد میسازم، پالیسی سیکل های رخصتی است، پالیسی استراحت است، پالیسی دفتر قانون ذاتی افسرا بود، قانون همه در بخش نظامی. بر این اساس یک بخش اساسی و عمده از اینکه مربوط به معاونیت چی است، درست است یک بخش ملکی را دارم که تعینات کسایی که بخش ردیف در تشکیلات اردو داره او به حساب ملکی است، در تعیین از او یک بخش از او. ولیکن بخش دیگه که هست معاونیت نیروهای احتیاط مربوط از این تعلیمات پرسنل، معاونیت نیروهای احتیاط، معاونیت قوتهای ریزرف است که دو نوع قوتها باید وجود داشته، هم قوتهای استراتژیک است، هم قوتهای اپراتیفی که در حالت اضطرار ما میتونیم که اینمی قوتها را باید استعمال کنیم. پس بر اساس تجربه ای که خانم یوسف زاده دارن کاملا به این تجربه، به این مسائل ای موافق چینی برابر نبوده است که این تعینات هم خیلی. اما سرکار خانم مسعود میگن اینا تعلیم و تربیه دارن، در کنارش خدمت اگر نکنن خیانت هم نمیکنن. یکی موضوع گوش کنید، یکی موضوع خدمت است، یکی موضوع خیانت است. وقتی که ای به اینمی مثلا پرنسیب یا به اینمی سطح ای چی نبوده برابر نباشه و در ایج وظیفه را بیاره من حیث یک آتل و باطل در اوج قرار بگیره و این جنرالایی که در پارویش باشه، این خودش یک خیانت است. تشکر. اینمی خودش یک نشانده خانم مسعود، حالا میارایی را که شرح دادن جناب نعیمی
کجای خانم یوسف زاده با این معیارها همخوانی داره؟ با کمال احترامی که به جنرال صاحب دارم، روی اگر معیارها و روی اگر که اصول و کار مطابق قانون بحث کنیم، متاسفانه دولت افغانستان در این سال گذشته به خصوص خیلی کارهایش تعادل نداشته و ما اینا نمیتونیم که بویم که اگر حساب کنیم و شمارش کنیم و روش فوکس یعنی آنچه که در گذشته بود باید همچنان ادامه داشته باشه. ادامه باید داشته باشه. نمیگم که باید داشته، ادامه داره و ممکن که ادامه پیدا کنه. حالا حتی به خانم یوسف زاده این صدق میکنه. حالا میخوایم این دهی نقطه بیایم که تنها یک مورد شاید پیش آمده باشه که یک خانم رفته یا خلاف مسلک یا خلاف رشته. این یک مورد نیست، پیشینیش هم ما سال پار داشتیم در وزارت داخلی افغانستان. دقیقاً متاسفانه ما دمی وزارت دفاع انتقادها از آقای موهب هم شد که حالا کمپیوتر ساینس خواندن آمدن به بخش این یک نمونش است دیگر. ما در وزارت دفاع در کنار خانمونی را او طرف میکشیم که فعلا دهی بس رفته. در امی چندین سال که وزارت دفاع متحمل تلفات خیلی شدید شد، متحمل شکست های قوی شد، بالاخره در کل دولت افغانستان خودش اقرار کرد که 45,000 سرباز نیروی خود از دست داد. دمی وزارت نبود امی جنرال های کار کشته. پس میخوایم پرسش را اینگونه مطرح کنم خانم مسعود، واقعا این چونین گماشتن ها باعث شده که بیش از 45,000 نیروی امنیتی افغانستان از دست بره؟ من گفتم خانم منیره نو شاید امروز کار خودش شروع کرده باشه. در طول همین 5-6 سالی که ما تلفات افغانستان یک تلفات سرسام‌آور بود، تلفات وزارت دفاع، تلفات مردم افغانستان، همین جنرال های کارکشته کجا بودن؟ پس همی خیانت بوده در این نظام، همی خیانت بوده به حق همی ملت، همی خیانت بوده بحث کار و خیانت را باید از همدیگر به گفته آقای نعیمی تفکیک کرد. تفکیک کرد. خوب است یک فرصت به خانم منیره هم داده شود. اینجا واقعا لابراتوار است که هر کی باید بیاید یک بار بیازماید. او هم یک خانمی است که درس خوانده است، تحصیل کرده است، 10 سال بیشتر تجربه کاری در اشتغال مختلف داره. لابراتوار هست. موضوع لابراتوار یا آزمایشگاه نیست. یعنی در او پوزیشن کسای دیگه هم بودن که کار کردن، اما ما کدام دستاوردی برجسته و خوبشون تا حال ندیدیم. تشکر جناب نعیمی. اینجا واقعا آزمایشگاه است که باید به هر کس فرصت داده شود تا بیا کار خود را ببینن که واقعا از ظرفیت او کار را داره یا نه. یک مشکل اساسی که ما یک سلسله گپای خانم مسعود را میپذیرم که چرا جنرال از آوان تاسیس ارگانهای امنیتی و دفاعی و بالخصوص اردوی ملی ما مشکلات چالش های بسیار زیادی داشتیم. به خاطر چی؟ از سال 2001 وقتی که تاسیس اردو، یعنی تشکیلات اردو تعیینات و تقرر خصوصا در بسهای بلند و کلیدی ازی کلیش به اساس مصلحت ها، به اساس روابط صورت گرفته، نه به اساس ضوابط و لیاقت و شایستگی بودن. این ما میپذیریم. تا امروز اینمی همکنون هم ادامه دارد. تعیین و تقرر خود اینمی خانم یوسف زاده هم به اساس روابط است، به اساس مصلحت ها است، موضوعی کمپاین خود آقای رئیس جمهور. سوال اینجاست واقعا هیچ کسی در وزارت دفاع ملی هیچ بانوی نبود که این پست را بگیره؟ هست بود. چرا نبود؟ هست اگه نمیدال خانم مزاری؟ چرا باید بگفته شما این چونین سلیقوی؟ دگروال بود. خانم های دگروال داریم در وزارت دفاع، چندین سال است که دینمی وزارت دفاع وظیفه اجرا میکنه، ولی که نو چرا آمده؟ باز من میگم یگانه مشکلی که امروز در وزارت هر کسی که خلاف مسلک و رشته در وظیفه استخدام میشه حتما نواقص و کمبودیایی که هم اکنون اینمی حالت ما شاهد اینمی بحران هستیم هست. در وزارت دفاع مثلا من یک نظامی هستم، مسلک من انجینری هستم، انجینری استکام بودم، ولی که اگر مرا در یک بست پیاده یا در بست توپچی بتم، ما خودم وظیفه را اجرا نمیکنم و از توانش هم نیستم که وظیفه را پیش برده بتانم. و وصفی از اینکه چطور یک خانمی که ملکی به و او هم در سطح استراتژیک درس نخواده باشه، تحصیلات داشته باشه، شاید در دیگر شاید تحصیلات داشته و امروز میایه در وزارت دفاع در اطور یک پستی که در اوج چهار بخش بسیار عمده و اساسی را ایده پیش میبره، مشکل است. یک جفاست به وجود خانم مسعود پاسخ بتن. خانم مسعود، حالا هیچ کسی در وزارت دفاع نبوده که بیایه این پست را احراز کنه، در حالی که خانم یوسف زاده هیچ نوع از این قابلیت ها را به گفته جناب نعیمی نداره. انتقاد ما متوجه خانم منیره نیست که امیدوارستم سوی تفاهم نشه و ما او را ملامت نمی کنم در این موضوع. قسم به ادامه صحبت های دوستمان من میخواهیم این را ادامه بتم که خانم هایی هستند که در وزارت دفاع با وجود همه مشکلاتی که همین اجتماع متوجه اونا ساخته کار کردن، ممکن که حق اونا بود ممکن، اما اینجا ما باید که اگر که کاربران فیسبوکی است، اگر دوستایی است که در این مورد انتقاد میکنه، انتقاد به متوجه دولت
دولت باشه. ما ده ها جنرال داریم که فعلا با وجود تمام علم و دانش و ظرفیتی که داره بی سرنوشت است. ما مثلا ده ها نفر اشخاص ورزیده ای داریم که امروز به کنج خانه هایشان یا به بازار تکاری فروشی میکنن. خانم یوسف زاده باید فرصت داده شه. اینجا متناقض با صحبت میکنه. ما از در مقابل خانم منیره پیشترم گفتم اینجا پس متناقض صحبت میکنه. انتقاد ما متوجه خانم منیره نیست. خانم منیره به ذوق خودش نرفته ده اپوزیشن شده باشه و ده پوست اشغال تشریفاتی هست. مطمئنن که در اینجا باید دولت وقتی که من انتقاد میکنم خودت حالا گماشته شدنشون تشریفاتی است. گماشته شدنشان به اون مسائل ما بحث نمی کنم که از کدام طریق رفته که حمایتش کرده. سوال من این است واقعا پس گماشته شدنشان تشریفاتی است؟ ممکن که به حمایت دولت رفته، ممکن که به حمایت و نظر شخص خود رئیس جمهور رفته باشه، ممکن که رفته باشه، اما ما در قسمتی که او ظرفیت داره، او لیاقت داره یا نداره، چگونه میتونه که می پوزیشن امی موقف او حفظ کنه و از او بتونه که از خانم منیره بشه و یک بس صورت خوب بخش عمده نظامی مربوطش میشه. خب به هر صورتش فعلا جنرالای هستن که در کنارش میشه که اونا حمایتش کنن، کمکش کنن. این وطن خانه مشترک است و همچنین وزارت دفاع یک جای است که هیچ کس به تنهایی خود کار باید اینجا کنن. تجربه حاصل کنن ممکن یا در یک تیم کار کنن و به خاطر و اگر که ما فکر میکنیم حالا بحث امنیتی تا بحث ملکی یا عادی فرق میکنه از همدیگر. اونجا بحث زنده ماندن و کشته شدن یک سرباز مطرح است و در بحث ملکی اگر این موضوع مطرح بوده، اگر که حیات یک سرباز ارزش داشته به دور از شخصیت با حفظ احترامی که به دوست ما از وزارت دفاع سنده اینجا شیشتن، همین جنرالایی که سرباز پوسته سربازا را فروخت، همین جنرالایی که تیل سربازا فروخت، موتر سربازا فروخت، قروانه و نان و خوراکی سرباز به یک ماروغنی را نمیبینه، آیا این جنایت امی آمدن خانم منیره جنایت شزو کده بزرگتر است؟ حتی یکی از بانوان بانو همیرا قادری این را نقد کردن که خانم یوسف زاده در این چنین موقفی نباید گماشته میشدن به این دلیل که وضعیت کنونی کشور متفاوت تر از هر وقت دیگه است. شما با گروه های مختلف دهشت افغان امروز روبرو هستین، اینجا نباید این کار میشد. متاسفانه که در پست یک مردم که کار میکرد ما شاهد کدام دستاورد خوب نبودیم. همی گروه های دهشت افغان روز به روز اثر سر مردم تنگ کرده میره و تنگ کرده میره، فقط شهرها در کنترل دولت است. شما راضی هستین از این گماشته شدن؟ من این را واقعا حمایت میکنم. تشکر. بفرمایید شما با این حمایت فکر میکنین وضعیت کشور به کجا خواهد رسید؟ خانم مسعوده یک سلسله همه جنرال ها را متهم به این فساد ساخت، ولیکن فساد ما این را نمیگیم که تمام جنرال ها بوده، ولیکن امروز تمام جنرال ها نیستن، شاید محدود یک دو سه نفر شاید متهم به این خواد باشه یا نخواد باشه، ولی انمی اردو بوده، انمی جنرال ها بوده که تا امروز قربانی داده سک و از انمی وطن، از تمامیت ارضی، حاکمیت ملی، از استقلال ملی، از این کشور یا دفاع کردن و میکنن و امروز هم قربانی دادن. ای که در برابر اردو جفای صورت میگیره، تا هنوز جفا صورت میگیره و در حق سای منصبا در حق اردو امروز ظلم میشه، این گپ جداگانه هست. ما چرا امروز اردوی ما آنقدر ناتوان شده یا چرا اردوی ما هست که امروز احتیاج و محتاج دیگر ها هست؟ اصلا ما نخواستیم، باید ما اردوی خود خودکفا میکردیم، اردوی خود با پای استاد میکردیم و بینمی جنرال ها صلاحیت و مسئولیت مستقیم برش میداد. آنچه که حالا نیست. میخوایم نقل قول کنیم پس از آقای مرتضی باشه. امروز ما برات میگم، امروز در شش ماه هر روز تنقیز تشکیلاتی صورت میگیره. چرا صورت میگیره؟ کی صورت میت کی رجم امروز با تعداد کثیر از جنرال ها و سای منصبای ورزیده اول 2800 نفر فیلم تقاعدش در سر میز وزیر دفاع ماندگی است که بعد تقاعد بده. امروز در اینمی شرایط بسیار بحرانی و ناامنی که هر روز ما هم اراضی را از دست میدیم، هم پست های امنیتی ما سقوط میکنه، هم جنگ شدت پیدا میکنه، به خاطر چی؟ اول ما میتونیم که خب در اینمی شرایط بحرانی و در اینمی شرایط بد امن و جنگ افغانستان آیا بهتر است که ما یک خانم یا کسایی که توان و قدرت وظیفوی را نداره امروز در کرسی جا به جا بسازیم؟ ما برات میگم امروز در وزارت دفاع و در وزارت یک تیم است که کار میکنه، دور و دور رئیس جمهور را گرفته است، تیم هست که به خاطر کمپاین انتخاباتی خود. پس شما قضاوت مردان خشمگین را میکنین به قول آقای مرتضوی؟ میخوایم نقل قول کنم از آقای مرتضوی به شما که گفته قضاوت شما را از مردان در فضای مجازی شبیه قضاوت مردان خشمگین علیه فرخنده است. پس شما این کار را میکنین؟ نه، ما خشمگین نمیکنیم، ما واقعیت ها ما هستیم، واقعیت ها را بیان میکنیم. ما برات یک مثال میگم، سه ماه پیشتر یک جوان تازه کاری که 8 سال نمیشه از وظیفش از ریاست امنیت ملی آوردش در وزارت دفاع رئیس اپراسیون ساختیشم.
دگرمند بود، دگروال ساخت، در بس دگر جنرال تعیینش کرد. فکر کو اینمی رئیس اپراسیون توان ریاست اپراسیون وزارت دفاع سوق داره تمام عملیات پرسش قبلی پس بار دیگر بپرسم. اینجا آزمایشگاه هست که هر کی باید بیایه آزمایش کنه کاری را؟ البته این آزمایشگاه خود باشه، من نمیفهمم. اگر آزمایشگاه نباشه چرا این کار صورت میگیره؟ اونمو آدم، اونمو رئیس اپراسیون تا چهار ماه مشاور برای شیشته بود، یک نفر دیگه که وظیفه نشان میداد. وظیفه که حالا گفتم که جنرالا برای از او باید وظیفه و راهنمایی میکرد، فعلا او را گرفته است، پس از او وظیفه که توانمندیش نداشت در ریاست کشف باید بتیشه. مشکل در اینجا هست سرکار خانم. حالا سوالی که مطرح میشه، آیا در حکومت افغانستان جز چند چهره مشخص، موردی را که خیلی از بانوها امروز در رسانه اجتماعی مشخص در رخنامه به نشر سپرده بودن، جز چند چهره مشخص دیگه هیچ کسی پیدا نمیشه که بیاید در پست های کلیدی کار کنه؟ در قسمت موضوع حکومت پیشترم ما برتان اشاره کردم که حکومت واقعا تعادل خود از دست داده و اشخاص را که در اطرافش جمع کرده صرف به یک نقطه فکر میکنه. حالا جدا از موضوع خانم منیره میخواییم را بگویم، به یک نقطه فکر میکنه که چقدر نفوذ مردمی داره و در انتخابات پیش روی چقدر میتونه از او کمک بگیره و چقدر از امکاناتی که او داره میتونه استفاده کنه. البته تنها موضوع خانم منیره نبوده که ما قضیه هایی داریم که پدرش کشته شده، بچیش که یک بچه‌ای که دانش بوی شیر میتا آوردن رتبه دگروالی و جنرالی دادن که والا پدری از فلان کارا بود، یا برادرش همچنان آوردن هیچ تجربه‌ای نداشته، از خانه از دستش گرفتن آوردن، برادر قمندان امنیه بود، البته باید در جای از قمندان امنیه باشی. البته این کیس ها و قضیه ها بی پیشینه نبوده که ما فکر کنیم این اولینش است و همه مردم شاک شده باشه. اما سوال ما این است که من نتونستم قبلا جوابش رو دست بیارم، تا چه زمان باید این وضعیت ادامه پیدا کنه؟ این وضعیت باید پاسخگوی حکومت باشه. حالا فکر شما چه فکر میکنید؟ من حیث یک فعال سیاسی تا چه وقت ادامه پیدا میکنم؟ من ایره برتان با باور کامل میگم که وضعیت ممکن از این کده بدتر ادامه پیدا کنه. چرا باید؟ شما من حیث شهروند بلاخره وقتی که حکومتی که فقط به صلاح خودش و به دوام خودش و به بقای خودش شما حمایت میکنین چی؟ ما فقط یک مورد حمایت، ما من حیث یک خانم یک زن یک مورد حمایت کردیم و نمیخوایم که خانم منیره به اساس جنسیتش من اینجا محکوم کنم. اگر این یک مرد می بود، ده نفر، اگر این یک مرد می بود، اگر نه که صدها مرد به می اساس آمدن، اگر نه صدها مرد با می اساس به می آدرس آمدن، به روی رابطه آمدن، به روی سلیقه آمدن، او را رد میکنین؟ ایره تایید او را تایید ایره تایید به این میکنم که یک خانم است، تایید به این میکنم که یک زن است، یک زنی است که از یک فامیل شهید است، یک دختر یتیم بوده، درس خوانده، زحمت کشیده، خود تا همینجا رسانده و او 10 سال سابقه مدیریت داره. ممکن که بتونه این مسئولیت بزرگ پیش ببره. ممکن که بتونه و ممکن هم نی. ممکن که نتونه. اینو میگذارم که بعد قضاوت. پس بازم اینجا آزمایشگاست. بعد اینو بعد ها سرش قضاوت میکنه. تشکر. جناب نعیمی، فکر میکنین این وضعیت باید تا چه وقت ادامه پیدا کنه؟ شهروندای افغانستان چه کرده میتونن حداقل در حق خود؟ این وضعیت خودش فعلا دولت در پیش گرفته است. اینمی وضعیت پیش میبره. ولیکن در دولت فقط و صرف سر موضوعات کمپاین انتخاباتی خود که در آینده پس تا طرفداران بر خود پیدا کنه هستند. انتخاب منیره هم به ایسا که یک تعداد کثیری از خانم هایی که نشان بده که ما والا حقوق زن مراد کردیم، اینم خانم آوردم در وزارت داخله در ریاست استراتژی و پلیسی تعیین کردیم، اینه خانم آوردم در تعلیمات و پرسنل وزارت دفاع تعیین کردیم، این کردیم، یعنی به خاطر. ولیکن این رو مد نظر نمیگنه که وضعیت امنیتی ره. چطور ما چی مهار بسازیم و در سطح امنیت ملی ما چی تدابیر باید بگیریم؟ یعنی این پیش از ما مطرحه، ما یعنی پیش از ما این مطرحه که ما در روزی چند نفر قربانی میتیم. حالا اینو باید آدم بفهمه. پس وضعیت تا کی باید ادامه پیدا کنه؟ وضعیت فعلا ادامه داره تا آخر انتخابات. چه زمان باید ادامه پیدا کنه؟ سوال من این است، واقعا شهروندان افغانستان تا این زمانی که انتخابات هست که از یا به حساب ابزاری استفاده خواهد کنه؟ که من نمیفهمم. تشکر. میخوایم جنبندی کنیم با شما خانم مسعود. حالا واقعا خانم یوسف زاده بخشی از کمپاین است یا برنامه کمپاینی؟ دقیقاً در این مورد چیزی گفتن آنچه را که جناب نعیمی اشاره میکنه، شما نیست یک فعال سیاسی چی فکر میکنید؟ من دقیق معلومات ندارم که آیا واقعا جزی از کمپاین رئیس جمهور است یا نه. و با این وضعیت
فکر میکنین آینده کشور، آینده سربازا، آینده شهروندان کشور را کجا می‌بینید؟ اگر ما در مجموع بدون موضوع خانم منیره اگر آینده کشور را تصور کنیم، آینده کشور مثل روز روشن است که کشور چه رقم به قرقرهای بدبختی فرو رفته میره و این نظام چقدر از درون شاریدگی داره و چقدر روز به روز دشمن قوی شده میره و دولت افغانستان به مرحله ای است که برای طالب عذر میکنه و به اجز لابه هم پیش میشه، حتی ارزش نداره و اهمیت خود را دست داده. از اینجا میشه که ما آینده کشور را در کل ارزیابی کنیم که چگونه خواهد. آخرین حرف از شما میخوایم بشنویم در حد 20 ثانیه. اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه، شهروندان در حق خود چه کرده میتونن؟ شهروندان در حق خود باید شهروندان قد علم کنه در مابدی از این تا بتونه از این خاطر که باید تامین امنیت برای از باشه و حقوقشان هست. یکی از شهروندان حقوقشی هست که باید تامین امنیت برایشان شوه. اگر به این شرایط باشه که وا برای خود کمپاین میکنه و مسائل امنیتی را زیر پای میکنه و رو نادیده میگیره، باید شهروندان در مقابل از این باید استادگی کنه. تشکر میکنم. لطف کرده این سرکار خانم مسعود و جناب نعیمی. ممنون از حضور هر دو بزرگوار در بس و پایان این پس از خبر هم. تا درود دیگر.